سلام، من حسین افشاری ام و خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های گجت گایز. همونطور که مشخصه قراره در مورد لپتاپ ریزر صحبت بکنیم. بریم بیایم. من یه داستان برای شروع کنم تعریف کردم، مثل بقیه برنامه هم که هر سری مجبورم یه داستانی رو تعریف کنم، این سری هم بعد دوباره داستان تعریف کنم. یه سری پروسه داره خرید وسیله های جدید، یه سری گجت های جدید، یه سری چیزهای تکنولوژی که ماشاءالله تو ایران هم یه ذره گرونه و سخته خریدنشون. و خب اونجایی هم که حالا ما نه اسپانسر داریم و نه شرکتی هستش که تو ایران کار کنه با همون بتونیم باهاش کار کنیم و این لپتاپ ها رو بخریم، من مجبورم حالا از خودم و از جیبام، اینا قراییه که همیشه زدم، بیاید ول کنیم اینا رو. خیلی سخت بالاخره بعد از مدت ها من با یکی از دوستام که تو کانادا بود صحبت کردم، از طریق آمازون من این لپتاپ خریدم و فکر میکنم 3550 دلار کانادا شد اونجا و نزدیک 2-3 ماه هم طول کشید که بیاد. من تمام زورم زدم که این زودتر برسه دستم، همونجور که دیده این توی توییتر و توی اینستاگرام و هر جایی دیگه به هر کسی من گفتم که آقا اگه کسی تو کانادا میشناسید به من معرفی کنید اینو من بردارم بیارم. با هزار بدبختی یا این ور اونور یه 100 دلاری فکر میکنم اون موقع دادم یه نفر، بالاخره آورد برام از کانادا. حالا کاری نداریم، بریم سراغ خود لپتاپ. لپتاپ من براتون چند وقت پیش آنباکس کردم، بهش میگن سایلنت آنباکس، آنباکس بی صدا. و این دوست داشتم یکی دو ماهی باهاش کار کنم که تمام مشکلات و نقاط ضعف و همه چیشو بتونم خودم تست بکنم، نه اینکه فقط از یه دونه مثلا ویدیوهای دیگه توی یوتیوب نگاه کنم بیام براتون تعریف کنم، نه، دوست داشتم همه چیزاشو ببینم و بیام خودم براتون ریویوش کنم. این اولین لپتاپیه که من بعد از مکبوک دارم میرم روی ویندوز، یعنی من تا حالا هر چی که داشتم فقط مکبوک بوده، اصلا از سمت او اس مک تا حالا رو ویندوز نیومده بودم. ویندوز هم کار کرده بودیم ولی قدیم و حالا مثلا برای کارهای دفتر و مثلا اینجور چیزا بود که کار میکردیم، ولی برای چیز شخصی هیچ وقت از ویندوز استفاده نمیکردم، به خاطر اینکه تمام لپتاپایی که تا حالا دیدم همشون یا پلاستیکی ان یا دور ال سی دی هاشون خیلی اینقدر پلاستیک مشکی داره یا اصلا چند ضلعیه، خیلی زشتن واقعیت. هر چی فکر میکردم هیچ کدومش قشنگ نبود. تنها برندی که فکر میکنم یه مقدار خوشگل بود ایسوس بود که اونم باز لحاظ کیبوردی کیبورداش اصلا هیچکون خوشگل نبود، چه دیگه حالا مثلا فکر کنم زفیروسش از همه خوشگل تر بود که اونم باز خیلی به دلم نمیشست. اینجا بود که من با ریزر آشنا شدم. ریزر یه برندیه که برای گیما فقط محصول تولید میکنه، موسا و کیبورداش خیلی معروفن، مخصوصا هدفوناش، یه هدفونای خیلی خوبی داره که معروفه برای خیلی گیمراست و شعارش هم اینه که محصولشون رو برای فقط گیمرها تولید میکنن. ریزر چند ساله که داره لپتاپ هم میزنه، لپتاپاش تقریبا شبیه مکه و واقعا خوشگله، خیلی قشنگه، اومده از آلومینیوم استفاده میکنه برعکس تمام برندهایی که دارن پلاستیک استفاده میکنن، آلومینیوم یه تیکه است، کاملا مثل مکبوک میمونه و این خیلی چیز خفنیه. اول از نقاط قوتش بریم صحبت کنیم. بزرگترین و خفنترین نقطه قوتی که داره این لپتاپ کانفیگشه، یعنی دو مدل داره، یه دونه بیس مدل داره یه دونه ادوانس مدل داره. اینی که دست منه مدل ادوانس مدل 2020ه، یعنی سال 2020ه که نسل دهم سی پی یو رو داره، 10875 اچ که میشه های پرفورمنس، یکی از خفن ترین سی پی یو هاست توی لپتاپ ها، گرافیک خیلی خفنی داره، 2070 سوپر ویت مکس کیوه که البته یه مدل دیگه هم داره که خب همینه ولی مثلا 2080 شه که اونم دیگه های پرفورمنس تر از این دیگه اصلا نمیتونیم داشته باشیم. 16 گیگ رم داره، 512 گیگ SSD M2 داره، دیگه واقعا نمیدونم یه لپتاپ یا یه دونه سیستم برای اجرا کردن بازی یا خفن ترین کارهای ویدیو دیگه چی لازم داره. این همه بازی‌ها رو اجرا می‌کنه، خیلی خفن کار می‌کنه واقعاً. وقتی که من داشتم باهاش بازی می‌کردم، حالا بازی‌ها رو براتون تستشو می‌ذارم آخر این برنامه،
وقتی باش بازی میکردم اصلا هیچ مشکلی نداشت، خیلی خفن بود. ها یادم رفت، مانیتورش هم 300 هرتزه، یعنی که شما FPS هایی توی بازیتون که میخواییم با مثلا فورتنایت بازی کنین، این دستگاه فکر میکنم رو 150 توی اپیک 150 تا 200 رو بهتون FPS میده، و اگه خب مانیتور 1080 معمولی داشته باشین 60 هرتز بهتون میده، شما نمیتونین متوجه شین این تمام قدرت سیستمتون چقدره. و اگه با خود لپتاپ که بازی میکنین 300 هرتز باشه مانیتورتون، قشنگ متوجه میشین که این چقدر نرمه وقتی بازی میکنین. وقتی که مقایسه میکنی با اپل، تو مکبوک هم میتونی بگیری با همین قیمت، ولی کانفیگش واقعا خیلی فرق میکنه. کانفیگی که اپل داره میزنه، اول اینکه با AMD کار میکنه، سی پی یوهاشو اینتل میزنه ولی گرافیکاشو AMD میزنه براش، اصلا به درد گیم نمیخوره. البته اینکه خب او اسش اصلا به درد گیم نمیخوره و تو میتونی با اون پول یه دونه ریزری بخری که خیلی کانفیگش بالاتر، البته با پول کمتر هم میشه یه ایسوز خرید که همین کانفیگو داشته باشه که بهش میرسیم. خب نقطه قوتی دومش اینه که یه طراحی خیلی خفن داره، آلومینیوم مشکی ماته و واقعا جذابش میکنه و خیلی خوشگله، کامل مثل مکبوک میمونه. کیبوردش یه تیکه قشنگه، کیبوردش RGBه، تاچپد بزرگ داره و واقعا بدنش قشنگه، علاوه USB و SD کارت و USB تایپ C و اینا همه چی هم به اندازه کافی داره و خیلی هم به نظرم خفنه. اصلا طراحیش واقعا توی طراحی که داره، به خاطر اینکه از آلومینیوم استفاده شده، این آلومینیومش آلومینیوم سبک استفاده شده برای طراحی این، به خاطر همین وزنش هم یه ذره کمتر میکنه. وقتی که درش هم می‌خوایم باز کنین دیگه خود بدنه بلند نمیشه. واقعا هر چیزی رو بگم واقعا تکه، یعنی اصلا لحاظ طراحی واقعا قشنگه، حتی لوگوی پشتش مثل اپل قدیمیاست که روشن میشه، البته دست خودتون رو میتونین روشن کنین یا خاموش بذارین باشه. تو مدل 13 اینچش اصلا روشن نمیشه و یه تیکه است، اصلا هیچ رنگ و چیزی نداره، فقط یه ساینه که با لیزر در بردنش، اونم واقعا خیلی قشنگه. واقعا طراحیش معرکه است، خیلی خفنه. اسپیکرهاش هم واقعا اسپیکرهای خوبیه، خیلی قویه، قدرتمنده. هر چیزی که بگید واقعا وقتی دستتون باشه قشنگ لذت میبرید. این لپتاپ واقعا لپتاپیه که هر روز میتونی نگاهش کنی و از دیدنش لذت ببری. اگه کنار میزت باشه هر روز میتونی رد شی از کنارش و نگاه کنی و بگی که آه ای ول چقدر خفنه و خوشگله، خوب شد که مثلا اینو خریدم من. حالا همه اینا به کنار، بیاین در مورد نقاط ضعفش هم صحبت کنیم. چیزی که توی یوتیوب، یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای آمریکایی من واقعا خیلی کم دیدم در موردش توضیح داده باشن، فکر میکنم واقعا مشکلی نداره که هیچ کسی چی نمیگی، ولی خب اینا فکر میکنم یه ذره حقه های برندا باشه به خاطر تبلیغاتشونه و اینکه خب برند بهشون لپتاپشون رو میده و میتونن تست کنن و خیلی هم از نقاط ضعفش صحبت نمیکنن. بزرگترین مشکل این لپتاپ اینه که خیلی داغ میکنه، یعنی انقدری داغ میشه که وقتی من میخوام بازی کنم دستم رو کیبورده دستم میسوزه، دست چپم که روی کیبورده قشنگ میسوزه. حالا استریم که میکنین پشتش اصلا دیگه هیچی، یعنی وقتی که از سی پی یو به مقدار زیادی استفاده میشه، سی پی یو حرارتش تقریبا 90 درجه میرسه، تا 100 درجه هم میره اگه فناش رو روی حالت ماکسیموم نذاری، تا 100 درجه هم میره، حتی 100 درجه دیگه والا آب جوش میاد چه برسه به دستی که داره بازی میکنه. این خیلی مشکل بزرگیه و نمیدونم که چرا این مشکل رو هیچ کس نگفته. انقدری داغ میکنه که از فناش از پشت حرارت رو میدن بیرون، چیزایی که پشتشه کاملا داغ میشه، قشنگ میتونی به عنوان یه بخاری ازش استفاده کنی. این خیلی مشکل بزرگیه و من نمیدونستم که انقدر قراره داغ بشه لپتاپ. البته اینم بگم تمام لپتاپ‌ها داغ میشن، تمام لپتاپ‌ها به خاطر فنایی که دارن و به خاطر اینکه توی یه جعبه کوچیک جا کنن تمام اون مادربرد و سی پی یو و گرافیک و فناشون خب کوچیک‌تر میشن، به خاطر همین مثل کامپیوتر نیستش که بتونه با قدرت بیشتری خنک کنه و به خاطر همین یه ذره داغ میشه لپتاپ. بقیه مشکلاشم اینجوریه که
من نمیدونم به چه علتی یه دوباری برای من تا حالا بلو اسکرین داده. یهو بلو اسکرین میده. این یکی از مشکلاتش که بود تو اینترنت واقعا، دلیلش هم نمیدونم چیه، ولی خب بالاخره بلو اسکرین یهو میداد وسط کار، میرفت ریست میشد همه چی. دیگه مشکلاتی که داره اینه که وبکمش ضعیفه، به خاطر اینکه خب از اون طرف که نقطه قوتش اینه که آلومینیومه و خوشگله، خب از این طرف هم اینه که آلومینیوم مشکی گذاشته و کوچکترین جسم تیز یا آهنی که بهش میخوره رنگش امکان داره بپره و من همیشه اینجوری میترسم که احیانا چیزی بهش نگیره، انگشترم بهش نگیره، کلیدام باهاش برخورد نکنه که یه وقت رنگش بپره. دور دهنه شارژرش، به خاطر اینکه این شارژر هی در میاره میزنی تو، دقیقا معلوم میشه، اینو نشون میدم، معلومه که یه ذره رنگ پریدگی داره و این واقعا مشکله دیگه، اذیت میکنه آدم، واقعا آدم با ترس و لرز باید باش کار کنه. دیگه مشکل دیگه ای که واقعیت مشکلات ماه که داریم تو ایران، به خاطر اینکه نیستش این برند، خیلی کم لپتاپ گیر میاد و اگه 2600 دلار آمریکا باشه قیمت لپتاپ، تا برسه به ایران معلوم نیست چقدر میخواد بشه، یعنی نزدیک 20 تومن فکر میکنم میاد روی لپتاپ تا شما بتونید لپتاپ رو از اون ور دریافت کنین بیارین اینجا و پول گمرک بعد بدین و این سری از این مشکلات که خب بالاخره هستش. قیمتش یکی دیگه از مشکلاتشه، اینه که واقعا با این پولی که میتونین ریزر بخرین، میتونین یه لپتاپ ایسوس با کانفیگ بالاتر بخرین، یا یه لپتاپ اچ پی یا ایسر با کانفیگ بهتر میتونین بخرین. این پول بیشتری که میدین تقریبا مثل اپل میمونه، پول طراحی دارین میدین، پول برند دارین میدین، پول عشق کردن با اون برندی که دوست دارید و دارید میدید. واقعیت اینم مشکلاتش بود که گفتم براتون. و در کل بخوام جمع بندی کنم، انقدر لپتاپ خوبیه، انقدر لپتاپ خفنیه، انقدر برند خوبیه ریزر، که اون قیمتش، اون مشکلاتش، اون گرم شدنش، همه اینا میارزه به اینکه آدم لذت میبره از اینکه باش کار میکنه. الانم میخوام برم براتون چند تا از این بازیایی که توش ریختم و بذارم اون قسمت چپ بالای تصویر توی گیما، از سی پی یو و گرافیک و اف پی اس بازی براتون گذاشتم که بدونین که توی چه بازی چقدر اف پی اس بهم میده و چقدر از کارت گرافیک و سی پی یو رو داره درگیر میکنه. مرسی که برنامه نگاه میکنید، ممنونم واقعا وقت میذارید. لطفا یادتون نره که سابسکرایب کنید توی کانال کلاک تی وی، حتما 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 ویدیوهای منو لایک کنید، برام کامنت بذارید، منتظر برنامه بعدی هم باشید. مرسی، خداحافظ. I need to borrow your car, lady. Holy shit! Come on, bro! Holy shit! Oh, Jenna, that's
I'll drive. Breaks over, Roach. Let's go. Stay here and spawn me. Wait for my go. All right, the ice is good. Follow me. Good luck, mate. I'll see you on the far side. Hold on! Don't let go! Thank you.
approach. Check your heartbeat sensor. You should be able to see me on the scope. That blue dot is me. Any unrecognized contacts will show up as white dots. Roach, these Muppets have no idea we're here. Let's take this nice and slow. You take the one on the left. On three. One, two, three. Nicely done. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!